سلام، سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. سلام به شما عزیزان، میلیون ها کارگر ایرانی که در شرایطی سخت روزگار میگذرانید و با امید به آینده بهتر همچنان به تلاش های خود برای بهبود شرایط زندگی و شرایط کار ادامه میدهید. در برنامه امشب، چون پنج شنبه شب‌های اخیر، آقای منصور حسانلو با من و شما هستند. آقای منصور حسانلو فعال کارگری و سندیکایی در نیوجرسی هستند و از طریق اسکایپ با من و شما خواهند بود. بررسی خواهیم کرد آخرین اخبار مربوط به عرصه کارگری رو. در عرصه کارگری در سنندج کارگران یک کارخانه این شهر دست به تجمع کارگری، تجمع اعتراضی زدند. همچنین در جنوب ایران، در خوزستان کارگران شوشتر، گروهی از کارگران شوشتر در مطالبات خود برای تامین مطالبات خود نیز به اعتراض پرداختند. این در حالی است که گفته می شود کارگران، تعداد کارگران کشت و صنعت کارون کاهش یافته با اخراج های پیاپی و سرانجام اینکه یک جایزه بین المللی حقوق بشر به مادران خاوران، مادرانی که عزیزانشان در زندان ها در جریان کشتارهای دهه 80 به قتل رسیدن اهدا شد، به مادران دلسوخته ایرانی و خبرهای دیگر. همراه آقای حسانلو بررسی خواهیم کرد در این شماره تفسیر خبر. تا لحظات دیگر. آقای حسانلوی عزیز سلام به شما. سلام و درود به شما و بیننده ها و همکاران عزیز. آقای حسانلو، از سنندج شروع کنیم. اعتصاب کارگری، تحصن کارگری، تجمع کارگری. در ادامه وضعیتی که کارگران فولاد زاگرس داشتن که طی سال گذشته چند بار به تهران آمدن، جلوی مجلس و جلوی وزارت کار تظاهرات کردن برای حقوق موقته خودشون و قراردادهای کارشون و موفق شدن به دلیل اتحادی که داشتن و اینکه هم سندیکای فلزکار مکانیک و هم اتحادیه آزاد کارگری هم از اونها پشتیبانی و حمایت کرد و اطلاع رسانی خوبی شد. حتی در دو مورد نیروهای انتظامی هم دست به سرکوب اونها نزدن و با اونا همدلی کردن. متاسفانه کارفرما نهایتاً کارخونه رو تعطیل کرده و همین باعث شد که بیشتر از 120 نفر از کارگرای فولاد زاگرس بیان در شهر سنندج و تظاهرات بکنن و پس از گذشتن از چندین خیابان در جلوی اداره کار، در جلوی اداره کل سازمان صنایع و همچنین نهایتاً استانداری سنندج این اعتصاب و این تظاهرات رو ادامه بدن و درخواست بازگشایی کارخونه و پرداخت حقوق معوق و عیدی و پاداششون رو داشته باشن که نهایتاً مسئولین استانداری در یک سالن اجتماعاتی دعوت کردن عزیزان رو و در اونجا با اونا به مذاکره نشستن و قول دادن که خواسته های اونها رو تا روز شنبه‌ای که در پیش داریم رسیدگی بکنن و اینها کارگران نماینده هاشون اونجا که حضور داشتن، این 120 نفر طرف 280 نفر بقیه، گفتن اگر تا روز شنبه این امکان به اصطلاح درخواست های ما رو پاسخ بهش ندید، ما به تهران و جلوی مجلس خواهیم رفت و اونجا به تظاهرات خودمون ادامه میدیم و درخواست حمایت از بقیه کارگران و تشکل های کارگری هم داشتن.
و همینطور در بافق هم تجمعی نبود. بله، طی هفته گذشته در دو مرحله بیش از 8 روز، ما هنوز هم ادامه داره تا آخری خبری که من داشتم، کارگران معدن سنگ آهن بافق در اعتصاب گسترده‌ای به سر میبرن که تقریبا تمام کارگرای این معدن به اعتصاب پیوستن. اصل ماجرا این است که آقایون میخوان معدن رو خصوصی سازی کنند و طوری هم دارن خصوصی سازی میکنن که تمام سوابق کار کارگرایی که کار سختی رو در معدن انجام میدن از بین میره و این خصوصی سازی باعث میشه که امکاناتی هم که الان در محیط کار هست، مثل معدنی که در ترکیه منفجر شد و 301 کارگر کشته شدن در معادن سومای ترکیه و ما هم دردی خودمون رو داشته باشیم، همین بلا هم در سطح گسترده تر بر سر کارگران معدن ایران بیاد. در حال علاوه این که بخشی از حقوق معوقه و قرارداد در رابطه با کار سخت و زیان آور که برای 20 سال کار با دستمزد 30 روز و 30 سال سابقه کار باید بازنشسته بشن هم بایستی به اونها داده بشه، تا الان متاسفانه هنوز جواب به دربخور رو به این دوستان ما ندادن. و از همین جا من از بقیه کارگرایی که در منطقه یزد و اردکان و همین منطقه به اصطلاح بافق هستن این خواهش و تمنا رو میکنم که به حمایت از همدیگه برخیزن. چندی پیش بود که در همین معدن چادر ملوی اردکان یزد هم که در منطقه‌ای هست که همین بافق یزد هم اونجاست، منطقه کبیری و معدنی، همین مسائل و درگیری ها رو داشتن که با اعتصاب دامنه‌دارشون تونستن برخی از حقوقشون رو بگیرن. اگر بین این کارگرای معدن در اون مراکز روابطی برقرار شه، پشتیبانی از هم بکنن و از تنهایی بیان بیرون و خبر در بین فعالین کارگری منتشر بشه که اونها به اینها بپیوندن، احتمال زیاد بتونن به درخواستاشون برسن، چون تا حالا این اعتصاب بسیار دامنه و پرقدرت رو ادامه دادن. در همین زمینه خود وزارت کار جمهوری اسلامی آماری رو که داده در مورد ایمنی کار، چون اشاره کرده بودید، در سال گذشته 1800 کارگر جون خودشون رو در اثر ناامن بودن شرایط کار از دست دادن. بسیار 1800 انسان، 1800 کارگر ایرانی در اثر میبخشید. آیا اون وقت در موارد بسیاری های استان رو دیده میشه که صاحبان کار، کارفرمایان زیاد احساس مسئولیت هم بعدش ندارن در این زمینه ها، یا هست وجود داره قوانینی که حمایت میکنه از کارگران، خانواده های کارگرانی که جون خودشون در اثر ناامنی محیط کار از دست میده؟ متاسفانه این کارگران در بخش های مثل ساختمان بیش از همه، چاهکنی، افتادن از داربست، در بخش جاده سازی، راننده هایی که در جاده ها تصادف میکنن و بخش معدن و بخش های بعدن صنعتی و کارگاه های کوچیک مثل اون دو زن عزیزی که در سقوط از اون ساختمونی که آتش گرفته بود تو خیابون جمهوری جونشون از دست دادن اتفاق میفته. در اغلب این شغل ها قرارداد کاری اصلا بین کارگر و کارفرما وجود نداره و اگر هم وجود داره فقط پیش کارفرماست. در نتیجه هیچ سند و مدرکی در دست خانواده ها نیست که با کی طرفن، چون معمولا تو ساختمون سازی یه شرکت یا یه تعاونی یا یک بخش بزرگ دولتی یا خصوصی میاد یه ساختمونی رو شروع میکنه، بعد اینو به چند تا پیمانکار میده، پیمانکاران به چند تا بنا و معمار میدن، اونا میان از توی میدون و قهوه خونه و سر چهارراه ها کارگرای بیکار رو میبرن برای کار توی ساختمونا. روزانه هم هست و هیچ کس نمیشناسه، خیلی اصلا اسم و فامیل همدیگر رو نمیدونن، فقط به نام کوچیک یا با یک نام مستعاری همدیگر رو میشناسن. در نتیجه این کارگرها موقعی که در حادثه ضمن کار کشته میشن، خانواده‌هاشون واقعا در شرایط بدی قرار میگیره و یکی از اصلی ترین مسئله این مرگ و میر عدم رعایت ایمنی هاست و عدم رعایت بهداشت محیط کار و اینکه متاسفانه چه در مشاغل رانندگی که تو تصادف جاده ما داریم به دلیل به نظر بیشتر میرسه
نقصی که در جاده ها وجود داره و این رعایت نشده، خیلی از اصول شیب های جاده، ورودی فرعی به اصلی، توقف های لازم، عدم آموزش کافی و سپس بسیار راننده ها که در حالت فشار و استرس مجبور بیشتر کار کنند و کشته میشن در تصادفات. و در کنار آمار 1800 نفر شما متوجهید آمار واقعی بیش از این هاست. این آماری است که رسما گزارش میشه. در بخش جاده سازی و معادن هم به همین ترتیب، ما در انفجار مثلا معادن بابریز روی کرمان چندین بار در همین معادن مختلف آهن، معادن مس، حتی کشتار کارگران رو در خاتون آبادی کرمان ما داشتیم که کارفرما به راحتی با دولت هم دستی کردن و کارگران رو به گلوله بستن و کشتن در خاتون آباد کرمان 10 سال پیش. و الان این مسئله که شما مطرح کردید یک فراخوان بزرگی هم به تظاهرات داده شده در مقابل اجلاس سازمان کار که در به اصطلاح 18 می 2014 تا 10 جوان ببخشید 28 می 2014 تا 10 جوان در کنفرانس سالانه ILO سازمان جهانی کار برقرار میشه. اتحاد بین المللی کارگران و کارگرای مبارزی که مثل من دستشون به تریبونی رسیده، از همه کارگرای اروپایی، آمریکایی و اونایی که میتونن اونجا برن، به دلیل اینکه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی هم میخواد بره و به عنوان نماینده کارگرای ایران هم شورا اسلامی ها و انجمن صنفی های دولتی رو داره با خودش میبره، بیان در به اصطلاح اونجا روز جمعه 6 ژوئن 2014 مقابل سازمان ملل در ژنو در میدان ناسیون از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر تظاهراتی برگزار بشه به شکل ایستاده و اعتراضی که نسبت به همه این نقض حقوق‌ها و کشتار در محل کار و نداشتن تشکل‌های واقعی کارگری، نداشتن دستمزد کافی، نپرداختن حقوق کارگران 6 ماه 8 ماه ما بعد اینکه کار میکنن، این اعتراض اونجا هرچه تعداد ایرانی ها و کارگرا و اتحادیه های کارگری که قبلا هم از طرف کشورهای فرانسه و سوئیس، سی جی تی و 6 تا اتحادیه سراسری کارگری و اتحادیه های سوئیس و سوئد هم پیوستن و پشتیبانی کردن از این تظاهرات ایستاده که سال قبل شد جلوی هیئت نمایندگی ایران رو بگیرن که به عنوان نمایندگان دروغین کارگری اینا میرن در اجلاس سالیان، یعنی نماینده های شورای اسلامی. بله، شورای اسلامی، نماینده های شورای اسلامی و انجمن های صنفی حکومتی رو که وزارت کار تشکیل داده همراه نماینده های وزارت کار میبرن اونجا و هیچ کدوم از این مشکلات، مرگ و میرا، کشتارها، بستن کارخونه ها، ندادن حقوق کارگرا و نداشتن تشکل های واقعی سندیکایی و صنفی رو هم جزء درخواست‌های واقعی است که متاسفانه این نمایندگان دروغی میرن هیچ کدوم از اینا رو اونجا مطرح نمی‌کنن و میگن بله جمهوری اسلامی گل و بلبل است و کارگراش هم در بهتر شرایط زندگی میکنه. تا گفتید آقای استان تجمع ساعت 3 چه روزی هست در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو؟ جمعه روز 6 جوان 2014 مقابل سازمان ملل در ژنو در میدان ناسیون از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر این تظاهرات ایستاده اعتراضی برگزار میشه. ششم جوان، ششم جوان که اتحادیه ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر، تا 3 بعد از ظهر. این طرف اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران و کارگران مبارز و مستقلی که میخوان اعتراض کنند به حضور نمایندگان دولتی و حکومتی شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی دعوت شده برای این اعتراض. همچنین از جمله موارد اعتراض همین دستگیری کارگران و زندانی کردن کارگران مبارز هست که در همین برنامه من و شما و دوستان بهش پرداختیم که طبق آخرین خبری هم که منتشر شد جمیل محمدی رو فعلا آزاد کردن 2 روز پیش، ولی کماکان جعفر عظیم‌زاده که عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران هست و یه شب قبل از اول ماه می ایشون هم دستگیر کردن هنوز آزاد نشده و در زندان اوین در بند 209 انفرادی زیر فشار شدیدی است که ازش میخوان اعترافات دروغین بگیرن و به زور میخوان که ایشون رو مثلا استعفا بده از اتحادیه آزاد کارگری که تا امروز بعد
بعد از این دو سه هفته بیشتر زیر بار نرفته جعفر و از همینجا من خواهان حمایت بیشتر کارگران ایران از جعفر عظیم‌زاده و بقیه کارگرای زندانی که بخواد حقوق کارگرا در زندان هستن، این درخواست حمایت رو میکنم از شما. ممنونم که ادا رو به داخل ایران و کارگرای ایران میرسونید. این برنامه خود شماست، برنامه کارگران ایران هست، دست کم پنجشنبه شبها و برنامه صداهایی که در ایران تریبونی برای بازتاب دادن ندارد. همه جریان ها، همه طبقات انسان ها و مردم ایران که عملا مردم ایران تریبونی برای صدای خودشون، حرف خودشون ندارن. مجلسی هست که نمایندگان شما بهتر از من میدونید چطور انتخاب میشن، صدا و سیمایی هست که بودجهشو از سفره مردم برمیداره، اما آیا به مردم اجازه میده که در اونجا نمایندگانشون امثال شما مثل آقای منصور حسانلو صحبت کنند یا خیر؟ خب بسیار روشنه که چنین نمیکنه. بنابراین ما نیز تلاش میکنیم مثل چند رسانه دیگه که زمینه و زمینه ساز رساندن صداهای خاموشی باشیم که تریبونی در ایران ندارن به مردم ایران. اما همونطور که اشاره کردم، هم مجلس هم صدا و سیمای جمهوری اسلامی آقای حسامدو از مردم تقدیم کنه، از سفره مردم. ببینید بانک ملی اومده از اسامی رو منتشر نکرده، اما گفته 15 نفر هستن که هر کدوم به اندازه دار دستی بابک زنجانی پول گرفتن از بانک ها پس ندن. آمار دیگه هم امروز باز من گزارشی میخوندم از 200 نفری که باز پولهای کلوم گرفتن از بانک‌های مختلف و پس ندادن. من میبخشید کمی سرماخوردگی دارم و بینندگان عزیز بر من خواهند بخشید. حالا صحبت همینه، خیلی از این وام‌ها به اسم کارخونه‌ها گرفته شد، از زاگرس بگیریم تا جای دیگه، میان به اسم کارخونه‌هایی که یا در حال کار بوده، در حال حالا تعطیل شدن هست، یا تعطیل هست، یا به هر حال از پول مردم رو از بانک ها میگیرن به اسم کارخونه، بعدم علالله یا کانادایی یا اروپایی یا همین آمریکا به طرقی پیداشون میشه و کارگران بیکار. شما در این زمینه چه اطلاعی دارید؟ ارتباط وام ها و وضعیت کارگران ایران. ببینید فقط این وام هایی که شما فرمودید که نیست، رقم ها الان دیگه از 10,000 میلیارد تومان شده. هم قارتی که از صندوق تامین اجتماعی که صندوق کارگران ایران هست که آقای مرتضوی و دوستانش و طی 30 سال همسال محجوب ها هم که شریک بودن، رقمش اگر واقعی باشه با نرخ دلار روز میشه 200,000 میلیارد تومان سرقتی که از این صندوق تامین اجتماعی شده و چون این نهادهای واقعی کارگری نیست میشه، یا بقیه این ارقامی که شما دارید. ببینید دلیلش چیه؟ موقعی که در دهه 60 اومدن تمام سازمان ها از احزاب، گروه های سیاسی کارگری، مردمی و آزادی خواه رو قتل عام کردن و در خاوران و جاهای دیگه به شکل گورهای دست جمعی پنهان دفن کردن که بعداً لو رفت و اون افرادی که در جامعه مسئول بودن و برای خودشون این احساس مسئولیت داشتن که جلوی فساد وایسن و جونشون بگذرن رو نابود کردن و دموکراسی و احزاب و آزادی بیان و مطبوعات رو از بین بردن، خود به خود فضا برای رشد فساد آماده شد و اون فسادهای مثلا 100,000 تومانی دهه 60 تبدیل شد به فسادهای میلیونی دهه 70 و در دهه 80 و 90 تبدیل شده به فسادهای میلیاردی و هزارها میلیاردی. من این نکته اینجا یادم اومد بگم که همین جایزه حقوق بشری گوانجو که در کره جنوبی به مادران خاوران و خانواده های زندانی ها و کسانی که در دهه 60 در زندان های ایران کشته شدند و هزاران نفر از احزاب و سازمان های مختلفی که همشون مدافع مردم، کارگرها، کشاورزها و طبقه زحمتکش جامعه بودن و جرمشون این بود که خواستهشون این بود که مردم ایران یک زندگی عادلانه و دموکراتیک داشته باشن. اون کسایی که انقلاب رو و آزادی رو دزدیدن از مردم ایران، اونها رو قتل عام کردن که بالاخره بعد از 26-27 سال از 1367 که آخرین قتل عام گسترده شد، بالاخره یک جایزه جهانی حقوق بشری به مادران خاوران داده شد و شهید
ایران دهه 60 به رسمیت شناخته شدن و این چیزی که جمهوری اسلامی میخواست خفه کنه که بگه ما چنین قتل عامی نکردیم، ده ها هزار از حزب های گروه های مختلف سازمان های مختلف نکشتیم، بالاخره در یک مرجع جهانی به رسمیت شناخته شده که کشتن و این خانواده و این مادران مقاومت کردن، کتک خوردن، زندان رفتن، گلاشون رو له کردن، ترسوندنشون، تهدیدشون کردن، بازداشتشون که نرن سر گور این شهیدانشون، بچه هاشون، شوهراشون، پدرانشون، داییشون، پدرشون، زن و مردی که اونجا کشتن. و بالاخره مادر میلانی و مادر دانشمند در شهر گوانجو این جایزه رو تونستن بگیرن برای همه مادران شهیدان، نه فقط خاوران، که مادران جنبش سبز، که مادران زندانی هایی که در ایران در تمام این 30 سال اینطور کشته شدن، و هم مادران پارک لاله، مادران عزادار، مادران خاوران، مادران جنبش سبز، همه خوشحالن از اینکه چنین جایزه‌ای بالاخره به این مادران ستم دیده خاوران داده شد، که اینا همین مادران کسایی هستن که به خاطر دفاع از حقوق مردم کشته شدن، و چون اونا کشته شدن حالا شما با این سرقت‌های میلیونی و میلیاردی در این کشور روبروی، از بانک ها، از جاهای مختلف، که یک نیروی متشکل، یه حزب بزرگ، یه سازمان سیاسی نیست اینا رو افشا بکنه، یقشون رو بگیره و مردم هم بیان به میدون، صدها نفر، هزار نفر، و این دزدهای بیت المال که از آقا مشتبه خود خامنه ای شروع میشه و بعد بیت خودش که 100 میلیارد دلار یه گزارش خودش هم خوندی رویتر داده که زیر نظر این داره میشه، و اون هایی که بابک زنجانی ها و رضا زرابا میلیارد میلیارد میخورن، از اینجا به وجود میاد که اون وقت کارگرها، کارخونه ها بسته میشه، حقوق کارگرا رو نمیدن، بیمه تامین اجتماعی گردن کارگر میفته که بیمه تکمیلی هم بده، مزد کارگر رو نمیدن، و اینا همش سرقت از منابع ملی و حقوق زحمتکشان ایران است، که بالاخره ما باید برای جلوگیری از این دزدی ها دوباره این نهادهای مردمی، سازمانها، سندیکاها، احزاب خودمون رو تشکیل بدیم، و الا از این هم بهتر اینا میکنن اگر در مقابلشون مبارزه صورت نگیره و نیروی جلوی اینها نیسته. آقای اوسانلو اشاره کردن به مادران خاوران. برای گروهی از بینندگان که احتمالاً آشنایی نداره، من این توضیح کوتاه رو بدم که در دهه 60 در زندان‌های جمهوری اسلامی گروهی از زندانیانی که دوران محکومیت خودشون رو می‌گذروندن به فتوای آیت الله خمینی اعدام شدن، تیرباران شدن به طور جمعی، حداقل دست کم 3400 نفر جزء کسانی بودند که اعدام شدند. آمار دقیقی وجود نداره، ولی تا این حد حدود 3400 نفر اسامی به دست اومده. بسیار دیگه هست، آمار دیگه هست که افراد اعدام شده رو تا 12000 نفر نیز گزارش کردن. امیدواریم روزی بشه رسیدگی کرد، روشن کرد، چون این جنایت علیه بشریت رو. یکی از کسانی که جز 3 نفری که مأمور اجرای این فتوای آیت الله خمینی شد، آقای پور محمدی هست، که ایشون به عنوان وزیر دادگستری آقای حسن روحانی انتخاب شده. و جالب این که در جریان حمله به زندان بخش بند 350 زندان اوین، وزیر دادگستری آقای حسن روحانی نیز تأیید کرد این اقدام رو، سرکوب زندانیان بند 350 رو با صدای بلند بدون هیچ پرده پوشی. اکثر کسایی که در دهه 60 در زندانها به قتل رسیدند اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و گروه های دیگری که در کنار این سازمان اعضاشون در زندان بودند، از جمله چند و چندین نفر از کسانی که همچنان به نظام پیشین ایران، پادشاه ایران، وفادار بودند نیز در جریان قتل عام زندانیان سیاسی کشته شدند، به قتل رسیدند. روزی روزگاری امیدواریم در این زمینه بتونیم بیشتر صحبت کنیم، پرونده رو بازتر و شفافتر کنیم. تنها کسی که در اون زمان اعتراض کرد در دستگاه حکومتی آیت الله حسین علی منتظری بود. اگر کنجکاوی بیشتری دارید، علاقه دارید ببینید چه خبر بوده، من سفارش میکنم که خاطرات آیت الله منتظری رو
مطالعه بکنید، دست کم این بخشش رو اطلاعاتی حتما جالب شما نیز خواهید خوند که جالب هست، خوندنیست. در پشت پرده چه میگذشت اونجا در جمهوری اسلامی؟ آیت الله منتظری اشاره کرده. آقای اسانلوی عزیز، در جنوب کارگران مرتب اخراج میشن، یعنی در کشت و صنعت کارون، نیشکر هفتپه، نیشکر شوشتر، همه اینا، یعنی به نظر میرسه یک باندبازی عجیبی وجود داره برای تصفیه، عجیب که نیست، خیلی طبیعی هم از در جمهوری، برای تصفیه کارگرانی که به اصطلاح صدای بلندتری دارن، کسانی که در برابر پایمال شدن حقشون ساکت نمی نشینن. در این زمینه شما چه اطلاع؟ از پاییز پارسال چندین بار ما این اعتصابات و اعتراضات کارگرای نیبر شوشتر و نیشکر هفتپه رو داشتیم که به اصطلاح شرکت کارون به عنوان شرکتی که اینها اونجا کار میکنن کارفرماش هست و به پیمانکارها اینجا رو داده و پیمانکارها هم بسیاری از حقوق کارگران رو ندادن، حتی از سالهای قبل حقوق معوقه کارگر رو داشتن. متاسفانه با تمام تلاش و پیگیری هایی که کارگران کردن و اعتراضاتی که کردن و چند تا اعتصابی هم که حتی کردن، به بسیاری از درخواستشون نرسیدن. از اون که کارفرما موقع دیدن کارگران قدیمی متشکل شدن و اعتصاب میکنن بیشتر از 2000 نفر، اومدن گفتن که یه سری کارگر جدید نیبر به جای اونا میگیریم که حقوق کمتر بهشون بدیم با این بیکاری وحشتناکی که تو مملکت هست و حقوق اونا رو ندیم، که خود اینم باعث تضعیف این کارگرای نیبر شد. اون طرف هم ماشینالاتی میگیریم که به جای کارگر نیبر اون ماشینالات نیها رو ببرن و اینطوری کارگرها رو خلع سلاح بکنن. به هر حال ادامه این اعتراضات تا اینجا رسیده که هم حقوق معوقه این کارگرها رو ندادن، هم اون مسئله کارهای سخت زیان آور رو برای کارگرها انجام ندادن، در نتیجه بیمه کارگرها بس به همدیگه نشده چون به شکل فصلی اونجا کار میکنن، کارگرها چند ماه از سال میان سر کار، کار چند ماه از سال کار نیبوری نیست، نمیان سر کار. کارگرها خواهان این بودن که بیمهشون به هم وصل بشه، بازنشستگیشون زودتر پرونده‌هاش تکمیل بشه و قانون کارهای سخت و زیان آور براشون به اجرا در بیاد، که متاسفانه تا به حال این کارها رو انجام ندادن. به جز اون یکی دو ماه حقوق معوقه و عیدی و پاداش تا همین امسال هم برای بسیاری از این کارگرها نپرداختن و با توجه به اینکه قراردادهای مختلفی برای کارگرای جدید و قدیمی می‌بندن، هم از قرارداد شرکتی و قرارداد روزمزدی و قرارداد ماهی و یه عده‌ای که قرارداد فصلی 6 ماه داشتن، در بین کارگرها می‌تونه تفرقه می‌افته که متأسفانه حرکت واحدی برای اعتصابشون و احقاق حقشون باقی نمونه. به همین دلیل فعالان کارگری که تو منطقه هستن و عزیزانی که در اصطلاح این مسائل درگیرن، بایستی هر طوری از ما بتونیم با این بدنه کارگری که الان در اعتراض هست ارتباط برقرار کنیم و راه وحدت بین اینها رو پیدا کنیم که در جدا جدا از هم سرکوب میشن و متاسفانه آسیب ببینن. در ادامه اون اعتراضات 4 روز اومدن به تهران، 180-190 نفر از همه کارگر رو به نمایندگی از بقیه جلوی وزارت کار 3 و 4 روز تحصن کردن و بالاخره نماینده های از همین مدیریت کارون و وزارت کار آمدن و قول و قرارهایی گذاشتن و امضا دادن که ما این خواسته های شما رو رسیدگی میکنیم و کارگرای قدیمی رو پرونده های بازنشستگیشون رو درست میکنیم که بتونن از بیمه بازنشستگی استفاده بکنن و بعد این کارگرا برگشتن رفتن. در ادامه این خبر، خبر کارخونه آجر جانپاس هست در باقرآباد ورامین که اونجا هم کارخونه رو بستن و 120 کارگر رو بیکار کردن و الان این کارگرای بیکار متاسفانه فقط کارفرما گفته ما شما رو بیکار کردیم، پرونده‌اش هم دادیم برید اداره کار، اونجا بهتون رسیدگی میکنن و بیمه بیکاری به شما میدن و به این راحتی الان با بستن کارخونه ها جلوی اعتراضات کارگری رو میگیرن و اصلا برای نیروی کار و کار کردن ارزش قائل نیستن. اینه که شرایط برای مبارزه کارگری الان خیلی سخت شده به نسبت دوران قبل که حداقل مزد رو میدادن و کارفرما به این راحتی کارخونه رو نمیبست.
سپاسگزار هستم آقای منصور استانلوی عزیز، با سپاس بسیار و با امید به اینکه در آینده نزدیک کارگران ایرانی صاحب حقوق کامل خودشون باشن، حقوق صنفی سندیکایی خودشون، حق تشکل های کارگری رو داشته باشن، تشکل های غیر دولتی کارگری مستقل، همچنان که آقای استانلو چنون کردن و همراهان و همکاران ایشون. سپاسی دوباره از شما که با ما بودید و با بینندگان. خواهش میکنم، خدا حافظتون. پی خواهیم گرفت تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا. اخبار ویژه‌ای از ایران رو زیر ذره‌بین طنز آقای علیرضا رضایی مورد بررسی قرار خواهیم داد. آنچه که آیت الله علی خامنه‌ای درباره افزایش جمعیت در ایران گفته و لزوم افزایش جمعیت در حکومت او، یعنی حکومت فقیه، و خبرهای دیگر تا لحظاتی دیگر. همونطور که اشاره کردم آقای علیرضا رضایی با من و شما هستند از فرانسه که امیدواریم از ماجرای دزد و دزدی دیگه رها شده باشند. گفتن که ایشون یقه دزد رو ول کردن ولی ظاهرا مثل اینکه دزد یقه ایشون رو ول نمی‌کنه، همچنان ایشون گرفتار رفت آمد اداری هستند. سلام به شما آقای علیرضا رضایی عزیز. سلام به شما بینندگان عزیز. برای ما علاوه بر دزدا با شرکت‌های بیمه و اینا هم یه خورده داستان داریم. الان مسئله اینه که دزده میخواد بیاد به زور یه سری لوازم رو پس بده، در صورتی که ما نمیخوایم، ما میخوایم پولش رو بیمه بگیریم، بعد بیمه هم پول نمیده. ما بین اینا الان گزینه ها هم اینجوریه دیگه، یا باید وسایل به زور پس بگیرم یا پول وسایل به زور نگیرم دیگه. خب ما اینو از این بابت مطرح میکنیم چون مردم از زمانی که خبر دزدی خونه شما مطرح شد، همون حصیر معروف و لپتاپ رو دیگه، دزدی های بابک زنجانی و اینها رو عملا فراموش کردن و دار و دسته رفسنجانی و بغیره خود کنجکاو هستن ببینن سرنوشت دزد منزل علیرضا رضایی چه خواهد شد. اما در این میون هم آقای رضایی عزیز، آیت الله علی خامنه‌ای خواستار افزایش جمعیت کشور شده. قطعا در جریان هستید، مثل بسیار دیگه از بینندگان ما هم در جریان هستن با ابلاغ سیاست‌های جمعیت. گویندگان لا اله الا الله، چون یک زمانی که شاه محمد رضا شاه پهلوی اومد گفت سیاست تنظیم خانواده، روحانیون گفتن، مخالفین روحانیون مخالف گفتن که این میخوان مانع از این بشن که گوینده لا اله الا الله زیادتر بشه. نظر شما میشنم این سیاست لازم داره افزایش جمعیت؟ حالا مرحله اول من خودم خیلی متاسفم که به خاطر اینکه شرایطش فراهم نشده نمیتونم توی این ماجرا خودم مشارکتی داشته باشم در افزایش جمعیت. گوینده لا اله الا الله ما الان زیاد داریم. الان ملت هرچی اتیکت های قیمت رو میبینن میگن لا اله الا الله، همدیگر رو میبینن، کرایه تاکسی رو میبینن لا اله الا الله، پمپ بنزین میرن لا اله الا الله. تا یه خورده تون صداشون فرق کرده نسبت به اون موقع و نسبت به اون چیزی که میگفتن، رو بلند نمیگن، چون اگه بلندم بگن لا اله الا الله کسی بشنوه، اون وقت اون شنونده هم به خاطر اینا میگه لا اله الا الله، این چه لا اله الا الله گفته. من فکر نمی کنم از بابت لا اله الا الله گفتن چیزی باشه. الان بیشتر به سیاست های خارجی، البته ایشون یه 14 ماده ای ابلاغیه 14 ماده ای دادن که من متوجه نشدم که با اون اگر به سیاست های خارجی آقای خامنه ای توی این دو سه ماه گذشته از ابتدای سال 93 نگاه کنیم، اولش من فکر کردم شاید تشویق ایشون برای افزایش جمعیت در راستای همون سیاست ها باشه. بر صورت مثلا در جهاد نکاح سوریه متاسفانه زیاد کسی مشارکت نکرد، گفتم شاید مثلا در اون راستا، یا الان فرض بفرمایید که در اندوه لبنان
یه مقداری یه مدتیه که زیاد خبری نیست، یعنی نیروهای جهادگر در راه خدا یه مقداری احتمالا نظر تعدادی شدن. بعد خواستم به این شکل نگاه کنم به داستان، دیدم که سیاست های ایشون هیچ کدوم جمعیت جاهای دیگه دنیا رو متاسفانه زیاد نمیکنه. در عرصه داخل هم یه مشکلاتی باز ایشون داره دیگه، که حالا بیشتر راجعش صحبت میکنیم دیگه، خود موارد رو اگه شما موافق باشین مطرح کنیم. من حقیقتش بود از شما پنهون نیست، از بینندگانمون هم که قریب نیستن، یه چند تا بند بود در این دستور عمل حقیقتا من متوجه نشدم، ولی شما چون زبون آیت الله خامنه ای و بقیه رو مخلفات ایشون رو بهتر از من میدونید، گفتم که ترجمه بکنید. یکیش این هست، موافق هستین من اینو بخونم؟ چون واقعا البته خدا نکنه من زبون اونا رو بفهمم، ولی به هر صورت در حدی که متوجه میشه. نه به عنوان یک کارشناس میگم، من که هم زبانی منظورم نیست، منظورم شما کارشناسه، گاهی وقتا ترجمه میکنید و واقعا دقیق است. یکیش این از مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب. یعنی چی این؟ در ارتباط با افزایش جمعیت کشور، مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیت با تدوین و اجرای سازوکارهای مناسب. بسیار این نکته مهمیه. به هر صورت در حال حاضر جمهوری اسلامی با یک حجم وحشتناک مهاجر به داخل کشور مواجهه، که مثلا از همین اروپا، از امریکا، از استرالیا، خب دسته دسته مایلن که برن و در جمهوری اسلامی زندگی بکنن. ایشون نگران اینه که نکنه این افراد بیان، چون اونا ذاتن خودشون و خانواده هاشون همه آدم های بسیار کم جمعیتی هست، گفته نکنه که اینا بیان در داخل، خب دلشون میخواد از بر صورت مثلا فرض کنید روزنامه نگارها در اروپا هرگز آزادی که در ایران میتونن داشته باشن رو ندارن. خب اینا ممکنه مهاجرت کنن، بخوان بیان از فضای آزاد و خصوصا پهنای باند اینترنت بالا که آقای روحانی نگرانش بود، بخوام بیان از اون استفاده کنن. بعد اینا آدم های کم جمعیتی هن. یعنی اینا اصلا متاسفانه به بچه دار شدن فکر می کنن. ساز و کارش هم اینه که خب بگیرن بزننشون. این دم دست در این ساز و کاریه که در 35-6 سال گذشته راجع به همه چی جواب داده. از اون طرف ایران مواجه با اینه که متاسفانه باز به خاطر همین شرایط آزاد خیلی ها خوشی زیر دلشون میزنه و از ایران میرن. ما تقریبا یه 10 سال دیگه بگذره 2/3 ایرانی ها در خارج ایران زندگی خواهند کرد با این رویه که الان وجود داره. اونم با سازکارش اینه که بگیرم بزن. در این دو صورت اون وقت من امیدوارم که اگر ایرانی ها در داخل ایران و در همین فضای آزاد بمونن و چیز بیشتری نخواد، مهاجران خارجی هم دست دست به داخل کشور بیان، اون وقت امیدوارم که از طریق ازدواج بین اینها یه مقداری مسئله افزایش جمعیت. آقای رضایی عزیز، ببینیم در مقوله افزایش جمعیت وقتی مطرح میشه کلمات خب معنی خودشونو دارن. ممنون از ترجمه بسیار سلیس و روان شما. باز نیازمند ترجمه هستیم که درباره همون ایرانیان خارج از کشور هست، همونایی که با خوشی زیر دل از کشور خارج شدن. گفته تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه گذاری و بهرهگیری از ظرفیت ها و توانایی های آن. یعنی این در مقوله افزایش جمعیت هست، یعنی ایرانی های خارج از کشور توانایی های بیشتری دارن برای افزایش جمعیت در ایران. منظورشون چیه؟ مسئله اول اینه که اصلا ایرانی ها به طور کلی در هر زمینه ای توانایی داشته باشن، بر صورت ابر و باد و مه و خورشید در داخل کشور دست به دست هم میدن که از ایران برن. از روزی که از ایران رفت دوباره ابر و باد و مه و خورشید و دستگاه های قضایی و دولت و اینها دعوت میکنن که آقا شما چرا رفتی، بیا. الان من حتی فکر میکنم علاوه بر این مورد استفاده از توانایی ها، بر صورت ایرانیان توانمندی ما در اونجا در خارج کشور داریم، عموماً در تمام عرصه‌ها در زمینه‌های علمی، فرهنگی آدم‌های بسیار توانمندی هستن و توانایی‌هاشون هم ثابت کردن.
شاید نظام میخواد که به هر صورت اینها در مثلا فقط یک یا دو عرصه، مثلا در عرصه پزشکی، در مهندسی فقط تواناییشون رو نشون ندن. به هر صورت نظام جمهوری اسلامی خواستار اینه که تمام شرایط رو برای پویایی شهروندانش و استفاده حد اکثری از توانمندی هاشون به کار ببره. میگه که خب شما فقط خودتون رو محدود به تواناییتون رو محدود به عرصه مثلا مهندسی فقط نکنید، در عرصه های دیگه هم بیایید، ما این تواناییتون رو به دنیا ثابت میکنیم. کما اینکه مثلا خود عزیزان مراجع قسم زیادیشون یا مثلا ائمه جمعه اینها، شما از در خونه هر کدومشون برید تو، تواناییشون رو به همه ثابت کردن. حالا ممکنه مثلا افراد اون اهل بیت به قول معروف اونها خونه میان بیرون خودشون اصلا نخوان معرفی کنن که بچه کی هن و چی جوری هن و اینا، ولی خب اونها آدم های بسیار توانایی هن در این یه زمینه خاص و ثابت هم کردن. من بیشتر فکر میکنم خب این صحبت بیت شد ببخشید، چون دیگه قسمتیش راجع به سرمایه گذاری هم صحبت کرده بود. به هر صورت خیلی از یکی از توانایی های ایرانیان در خارج کشور اینه که بتونن، یعنی یه سرمایه گذاری هایی که نه فقط در بابت اقتصادی و اینها، سرمایه گذاری های علمی، سرمایه گذاری های فرهنگی، کارهای اینچنینی که انجام دادن، باز میگن که اونم به این عرصه ها محدود نشه و در عرصه افزایش جمعیت هم اینها بتونن سرمایه گذاری کنن، چون قبلا سرمایه گذاری های موفقی کردن. بله، توانایی اظهار اطمینان کردن که توانایی هاشون خیلی بیشتره و توانایی دارن و از این صحبت ها. اما صحبت بیت روحانیون مبارز کردیم در خونشون که برین نشونهای توانایی ها توانمندیشون از بعضیشون در ادارات و محل کارشون توانمندی هاشون عیان هست. یک نکته هستش های جزایی، آمدیم و این امت همیشه در صحنه گوش نداد به این فرامین ولی فقیه، یعنی همه این صحبت ها رو کردن و که چه کنید و جمعیت باید اینقدر بشه و 150 میلیون بشه و رو درواسی نداریم، تمام قضایا به اتاق خواب مسلمین و مسلمات برمیگرده دیگه، نیست متاسفانه. اومدیم و انجام نشد، گوش ندادن. چه باید، چه راهکاری به قول امروزی ها باید پیدا کرد که فرمان ولی فقیه رهبر جمهوری اسلامی اجرا بشه، به دقت هم اجرا بشه؟ چه باید کرد؟ نافرمانی نکنه امت. من در وهله اول پیشنهاد و حتی تهدید میکنم که به رویه آقای خامنه ای در مورد سایر قضایا، مثلا برخورد مقابله با قدرت های جهانی، مسئله هسته ای و این مورد اخیر مسئله موشکی، چون ایشون یه شاخه جدیدی در مسئله هسته ای باز کرده به نام مسئله موشکی، و بر صورت حالا غیر از ائمه جمعه نمایندگان مجلس هم نماینده بروجرد اگه اشتباه نکنم گفته موشک های ما اینقدر بزرگه که روی میز مذاکره جا نمیشه. همین موشک بزرگ مثلا در سیاست های جمعیتی خودش میتونه یه عامل باشه. اما به هر صورت رویه آقای خامنه ای رو اگر بررسی کنن، ایشون حدود 6-7 ماه پیش اومد یک سری فتواهای جدید داد. این فتواها رو هر کسی اگر در ایران میخوند، یعنی یه بار بالا تا پایین میخوند، جمعیت ایران خود این فتوا خوندنش جمعیت ایران رو 3 برابر میکرد. مخصوصا قسمت هایی که ایشون راجع به پمپ آب فتوا داده، قسمت هایی که راجع به پا گذاشتن روی نجاست فتوا داده و گفته اگر پاتون رو روی نجاست بگذارید 10 قدم اگر بردارید اون پاک محسوب میشه. حالا باز یه سری سوال داشتن میگفتن حالا اگر تو 10 قدم جلوترم که ما رفتیم همش نجاست بود چی؟ اینا یه سری افرادن میخوان حالا گیر بدن به آقای خامنه‌ای که ما چیزی، یا مثلا پمپ آب، همین پمپ آب الان در مسئله افزایش جمعیت بسیار موثره. حالا در هر صورت این فتواها رو اولش داد، متاسفانه کسی گوش نداد. مرحله دوم ایشون اومد، الان اومده همین 14 ماده‌ای رو مثلا ابلاغیه 14 ماده‌ای داده که خب مشخصا نمیگه، مثلا در قسمت فتواها گفته بود که
فرضاً نگاه کردن یا دست زدن به عورت مصنوعی اشکال نداره، ولی نگفته بود که عورت مصنوعی رو از کجا بیارن که حالا بهش دست بزنن که اشکال داشته باشه یا نه. در این ابلاغیه 14 ماده ای حدوداً اون مشکل رو حل کرده و یه مقداری لحنش جدیتر و تندتر و اینهاست. ببینید اینا رو بذاریم بغل مذاکرات هسته‌ای، میبینیم آقای خامنه ای در اون زمینه هم اول اومد یک فتواهایی داد، به طور کلی چیزایی رو همینطور پرت کرد، گفت مثلا استفاده از انرژی هسته‌ای حلاله و اصلا لازمه که داشته باشیم و اینا. بعدش چند وقت کسی گوش نداد، چند وقت بعدش ایشون اومد لحنش یه مقدار جدیتر و تندتر شد، این رفتاری که الان در مورد سیاست‌های جمعیتی داره میکنه. من فکر میکنم اگر گوش نکنن به حرف ایشون، من واقعا میگم پیشنهاد و تهدید میکنم همه رو که اول برن همون فتواهای ایشون رو بخونن، مخصوصا قضایای مربوط به پمپ آب، بعد بیان این ابلاغیه 14 ماده ای، و اگر گوش نکنن مرحله بعدی آقای خامنه ای قطعا افرادی رو بر مثل تومایه های مثلا اجرای احکام در اتاق خواب شهروندان مستقر میکنه. این کار رو کرده قبلا، یعنی در سایر اتاقهای ما مأمور اجرای احکام در سراسر ایران مستقر. الان ما پای اینترنت این غیر از نماینده ولی فقیه و ایناست، ما میتونم شورایی چیز کنم، من خودم پیشنهادم شورایی، چون اصلا خودشون به صورت شورایی هر جا بشینن پاشن جمعیت زیاد میشه، و به هر صورت مردم میتونن همکاری بکنن، میتونن الان آقای یکم مراجع قوم من خاطرم نیست دقیقا، ایشون گفتن که اصلا باید یه کاری کنیم که راه های جلوگیری جرم بشه، فکر کنم آقای مکارم شیرازی گفتن یا آقای مصباح یک کدوم این دو گفتن که باید جرم بشه، یعنی اینکه باید طرف تحت پیگرد قرار بگیره. خب از کجا باید بدونن که طرف جلوگیری کرده؟ یک نفر که عادل صالح با تقوا که زیاد هم داریم بیاد اونجا وایسه ببینه که این داره الان جلوگیری میکنه یا خدای نکرده اصلا بعضیا به قصد ضربه زدن به نظام جلوگیری میکنن، یعنی بعضیا عمدن از توانایی هاشون استفاده نمیکنن. این رو باید یک آدم عادل صالح بالغ، مثلا خب البته صالح فلان اینجوری که بالغ نمیتونه، به هر حال باید یه نفر اونجا حضور داشته باشه که این رو تشخیص بده ببینه که الان، و بعد از اینکه تشخیص داد، اینکه عرض کردم شورایی، اونجا مثلا نماینده نیروی انتظامی هم باشه یا مثلا یه نماینده دادگستری هم باشه. الان مثلا وزیر بسیج نباید باشه مرحله آخر؟ بله عرض میکنم بسیج، حالا الان بگم خدمتون، به نظر من حضور بسیج اونجا لازمه که اگر طرف مثلا دیدن که داره جلوگیری میکنه، اونجا خود بسیج وارد عمل بشه و اون جلوگیری رو نه تنها خونسا کنه بلکه پیشروی کنه. اصلا بسیج میکنه بله، امر مهمی است، تولید بیشتر مسلمانان. به هر صورت میگم نماینده دادگستری، ما از متاسفانه توانایی های که نظام استفاده نمی کنیم به درستی، وزیر دادگستری ما خودش الان یکی از آدم های توانای نظامه، ایشون مثلا باید تئوری های بسیار بزرگ و پیچیده ای هم داره، ایشون قادر مثلا دیه انسان رو از روی قیمت گوسفند تعیین بکنه، این کارو کرده در تلویزیون. خب یه نماینده از طرف ایشون که قطعا آدم عادل و صالح و اینایی خواهد بود، یه نماینده از ایشون بیاد، یعنی اون کسی که کشف کرد که داره جلوگیری اتفاق میفته به ایشون بگه، ایشون میتونه پروندهش رو سنگین کنه یا دیهش هم همونجا میتونه بباره بر اساس اینکه حالا گوسفند اون روز چند باشه، بعد بفرسته دادگستری حکمش رو بگیره بدن به نیروی انتظامی اجرا کنه و نیروی بسیج بر تمام این مراحل نظارت و در مرحله آخر وارد عمل بشه. شما دقت کنید که اگر تمام این شورا لازم باشه که از در اتاق خواب وارد شن، نیروی بسیج یکی از تواناییاش اینه که از دیوار هم میتونه وارد شه. الان تا الان ده ها بار از دیوار اینا بالا رفتن در تهران، از سفارت انگلیس بالا رفتن و تواناییاشون نشون دادن، زیاد نیاز به مجوز برای ورود از در اتاق خواب ندارن. به هر صورت مردم به صلاحشونه که همین الان با زبان خوش یه کاری کنن که تو همین دو سه ماه آینده جمعیت 4-5 برابر بشه. خب ولی یه نکته هم هست، مثلا فرض کنید این نماینده ولی فقیه در اتاق خواب کش یا مثلا احمد خاتمی بود یا مثلا سردار نقدی بود،
این اصلا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی بیشتر وحشت انگیز خواهد بود تا هر نوع ابراز توانایی. من فکر نمی کنم اینها وقت داشته باشم. ببینید عموما جمعیت در یک ساعتهایی اضافه میشه که خود این افراد در حال استفاده از توانایی های خودشون، البته مهم نیست در هر ساعتی اتفاق بیفته، اینا باز در حال استفاده از توانایی خودشونن و فکر نمی کنم وقت نظارت داشته باشن. اینها افرادی هستن که تواناییشون رو، یعنی اینها از کل کشور ما دارن به عنوان اتاق خودشون استفاده میکنن برای نشون دادن تواناییشون. این من فکر نمی‌کنم وقتی داشته باشم برای حضور در منظر تک تک افراد. خب علیرضا عزیز، این جمعیت هم اضافه بشید. الان آقای دکتر ایرج خسرونیا رئیس انجمن بیماری های داخلی تخصصی است، گفته در اثر کاهش مصرف لبنیات ایرانی ها، یعنی اولاد کوروش و داریوش، در حال کوتاه‌تر شدن هستن. قدشون اصلا کوتاه شده، بیشتر هم داره کوتاه میشه، بیشتر روستایی هستن. نظر شما رو میشتم، خب برای چی بیشتر بشن یه همچی جمعیتی که کوتاه و کوتاه‌تر میشه؟ حالا اولا ایشون به نکته خیلی مهمی اشاره کرد وقتی این رو گفت، بر اثر کاهش مصرف لبنیات قد ایرانی ها داره کوتاه میشه. بلا فاصله در برابر شما که این در حالیه که قد کره‌ای ها و ژاپنی ها داره بلندتر میشه هر روز، یعنی یه جوری ایشون گفت که نگاه قد ما کوتاه شه، قد اونا بلندتر میشه. در این رابطه من به این فکر کردم خودم که خب اگر اینجوری باشه ما میتونیم از این راه حسن به عنوان یک روش های ضربه زدن به دشمن استفاده کنیم، یعنی ببینیم که ما چی رو بخوریم یا نخوریم مثلا قدمون بلند میشه و در نقطه مقابل مثلا قد آمریکایی‌ها کوتاه میشه. ما مثلا اگه شلغم بخوریم ممکنه قد آمریکایی‌ها کوتاه بشه طبق اون چیزی که تحقیقاتی که ایشون انجام داده، و با این روش بیایم مثلا آمریکایی‌ها رو قد کوتاه کنیم با این روش این شکلی. الان در حال حاضر در خود داخل نظام قد افراد مهم نیست، قد موشک‌های ما الان مهمه و معیار برای قد موشک هم همینه که روی میز مذاکره جا نشه، یعنی هرچی میز مذاکره رو اینها بگیرن بکشن بزرگترش کنن، موشک ما باز از اون سر میز بزنه بیرون. بنابراین قد افراد زیاد مهم نیست. یعنی فرمایش موشکی نماینده بروجرد هست. سپاس بسیار داریم از آقای علیرضا رضایی عزیز، با سپاس بسیار و امیدواریم که هرچه سریعتر دوز مربوطه پیدا بشه و شما رها بشین از این وضعیتی که پیش اومد. مرسی، ممنون از شما. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز توچال، سند و سبلان و آسماری و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.